Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahda ve salatu ve selamu ala man la nebiye ba'da. Amma ba'du, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kitab-ı şerhi ise asl ve delil hoy on. Asl-ı düvüm, şinaxtın-ı din-i İslam ve delil ha. Ve on barayı Allah farman bardar şudan ve tevhid ve sarfuru avardan ve taat ve şirk-ü ahli on bezari cüsten ast. و آن سه مرتبه دارد، اسلام، ایمان و احسان، و برای هر مرتبه رکن هاست. مرتبه اول اسلام است. ارکان اسلام پنج است. گواهی دادن به اینکه نیست معبود بر حق به جز الله و اینکه محمد رسول الله است و بر پاداری نماز را و بدهی زکات را و روزه داری ماه رمضان را و خانه الله را حج نمایی. مؤلف به اصل دوم رسیده است که شناختن دین اسلام است و این اصل را با تعریف اسلام شروع کرده و گفته است. مرتبه اول اسلام آن تسلیم شدن به الله به وسیله توحید و سرفرو آوردن به او به وسیله اطاعت از او و بیزاری جستن از شرک و مشرکان است. تعریف اسلام این است امورت را به الله سبحانه و تعالی تسلیم کنی. زیرا تو بنده و بنده باید تسلیم سیدش باشد و سید هم الله است. همان طور که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است. مؤلف دین را به سه مرتبه تقسیم کرده است. اسلام، ایمان، احسان. ارکان اسلام پنج تاست. یکم آن شهادت است. پس دلیل شهادت فرموده الله تعالی است. الله گواهی می‌دهد که معبودی بر حق جز او نیست و فرشتگان و صاحبان دانش گواهی می دهند در حالی که الله تدبیر کننده عالم است و عدل نیست هیچ معبودی بر حق مگر او غالب استوارکار است و معنای شهادت نیست معبودی بر حق جز الله برای او در عبادت شریک نیست همگونه که برای او در ملک شریک نیست و تفسیر شهادت که آن را واضح می گرداند فرموده الله تعالی است و به خاطر بیار هنگامی را که ابراهیم به پدرش و قومش گفت من از آن چه شما می پرستید بیزارم جز آن کسی که مرا آفریده و به زودی او مرا هدایت خواهد کرد او کلمه توحید را کلمه پاینده در نسل های بعد از خود قرار داد شاید به سوی الله بازگردند. مؤلف رحمه الله دلیل شهادت لا اله الا الله را ذکر کرده و معنای آن را واضح بیان کرده است. یعنی هیچ معبودی بر حق جز الله وجود ندارد. بنابراین باید دو شهادت شامل نفی و اثبات باشد. نفی در گفته لا اله است. یعنی هیچ معبودی بر حق وجود ندارد و اثبات در گفته الا الله است. یعنی به جز الله و این رویش حصر و اثبات را افاده می کند به حیث که عبادت را برای الله یگانه اثبات می کند و عبادت را از غیر او نفی می کند و برای این مؤلف رحمه الله گفته است و تفسیر شهادت که آن را واضح می گرداند فرموده الله تعالی است و به خاطر بیار هنگامی را که ابراهیم به پدرش و قومش گفت من از آن چه شما می پرستید بیزارم جز آن کسی که مرا آفریده از آن چی شما می پرستید بیزارم این معنای لا اله است جز آن کسی که مرا آفرید یعنی الا الله جز الله است اگر کسی بگوید معنای شهادت لا اله الا الله یعنی هیچ معبود جز الله نیست چی می باشد در جواب می گویم این سخن باطل است زیرا با این سخن هر معبودی را که و جز الله پرستش می شود صحیح می دوند. اما زمانی که می گویم معبودی برحق این دلیل بر این است که به هر معبودی جز الله پرستش می شود. کفر می ورزد و این که هیچ معبودی برحق جز الله نیست. اگر کسی بگوید معنای شهادت لا اله الا الله یعنی هیچ پروردگاری برحق جز الله نیست چیست؟ می گویم این کلام درست است. اما تفسیر لا اله الا الله نیست این توحید ربوبیت است که کفاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم در بین آنها فرستاده شد اقرار داشتند و این اقرارشان آنها را در اسلام داخل ننمود بگو ای اهل کتاب بیایید به سوی سخنی که
میان ما و شما یک است. در این آیت دلیل بر باطل بودن نزدیک کردن بین دین هاست و فرموده او بگو ای اهل کتاب بیاید به سوی سخنی که میان ما و شما یک است که جز الله یگانه را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم و بعضی از ما بعضی دیگر را به ربوبیت نپذیرند. پس اگر از این دعوت روی گردانند بگویید شاهد باشید که ما مسلمانیم و دلیل شهادت که محمد رسول الله است فرموده او تعالی است و یقین پیامبری از میان شما به سویتان آمد که رنجهای شما بر او سخت است و اصرار بر هدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است. و معنای شهادت این که محمد رسول الله این است که طاعت او در آن چیزی که امر کرد و تصدیق او کرد در آن چیزی که خبر داد و پرهیز کردن از آن چیزی که نهی و زجر کرد و این که الله تعالی پرستیده نشود مگر به آن چیزی که او مشروع نموده است. مؤلف این آیت را دلیل برای شهادت این که محمد رسول الله است ذکر کرده است. در این آیات الله شهادت را بر سه ادات تأکید کرده است. قسم مقدر، حرف لام و قد. دوم مؤلف رحمه الله معنای شهادت بر رسالت محمد صلی الله علیه و سلم را بیان کرده است و اینکه برای تحقق این شهادت به هر مرد و زن مسلمان واجب است. از رسول الله صلی الله علیه و سلم در هر چیزی که به آن امر کرده است اطاعت کند، هر چیزی را که از آن خبر داده است تصدیق کند و از انجام هر چیزی که از آن نهی کرده و هشدار داده خودداری کند و الله را آنگونه عبادت کند که او صلوات الله و سلام علیه آورده و قانون گذاشته است. طلبات شهادت به رسالت محمد صلی الله علیه و سلم این است که او بنده است که پرستیده نمی شود و پیامبر است که دروغگو کرده نمی شود و این یعنی یکم در هر چیزی که ما را به آن امر کرده است از او اطاعت کنیم زیرا او از جانب الله می رساند. دوم هر چیزی را که از آن خبر می دهد تصدیق کنی زیرا او راستگو است و الله تعالی نیست بر راستگوییش صحت گذاشته است. سوم از هر آن چیزی که نهی کرده و نسبت با آن هشدار داده است پرهیز کنی، یعنی هر چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از آن نهی کرده است به کنار گذاشته و خود در کنار دیگر باشی. چهارم الله سبحانه و تعالی را فقط به آن چی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آورده است عبادت کنی که این رد بر اهل بدعت است و دلیل نماز، زکات و تفسیر توحید فرموده او تعالی است و به آنها دستور داده نشده بود که جز این که الله را بپرستند و دین خود را برای او خالص کنند و به توحید بازگردند و نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند و این از دین پایدار. و دلیل روزه فرموده او تعالی است ای کسانی که ایمان آوردید روزه بر شما فرض شده همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند فرض شد تا پرهیزگار شوید. و دلیل حج فرموده او تعالی است و برای الله است بر عهده مردمان حج خانه کعبه برای کسی که توانی رفتن به آن را دارد و هر کی کفر ورزد یقینا الله از جهانیان بی‌نیاز است. رکن دوم نماز است و آن پرستش الله به وسیله افعال و گفتار است که و تکبیر احرام الله اکبر شروع شده و با سلام دادن تمام می شود. نماز ستون دین است و مستقیما از جانب الله و به هیچ واسطه بر پیامبرش صلی الله علیه و سلم فرض شده است و این در هنگامی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم به آسمان برده شد. دوم رکن سوم زکات است. زکات در لغت به معنای رشد و پاک شدن است و آن بر دو نوع است، زکات بدن و زکات مال. سوم رکن چهارم روزه است. صوم در لغت یعنی خودداری و دست کشیدن از چیزی است. در شریعت عبادت الله به وسیله دست کشیدن از چیزهایی است که سبب باطل شدن روزه می شود و همراه با نیت بوده از دمیدن صبح تا نشستن آفتاب ادامه دارد.
روزه از بزرگترین عبادت است، زیرا نوهای سگانه صبر را شامل می شود و از عظمت شأن آن این است که الله سبحانه و تعالی پاداش آن را به خود نسبت داده است. رکن پنجم حج است. حج در لغت قصد و هدف است و در شریعت عبادت الله به وسیله ادای مناسک آن موافق آن چیزی که در سنت مصطفی صلی الله علیه و سلم آمده است و به هر مسلمان یک بار در عمر فرض است.